چهارشنبه این هفته دولت آمریکا 37 شرکت در اروپا و 5 فرد ایرانی را به عنوان تسهیل کنندگان برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی و تحریم کرد. مدیریت شرکت ها با افراد ایرانی بوده، اما در آلمان، قبرس و مالت به ثبت رسیده و دفتر داشتند. چند سال است که خطوط کشتیرانی ایران مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. اسناد و مدارک حمل و نقل دریایی نشان داده که خطوط کشتیرانی ایران کالاهایی را که شرکت‌های دست‌اندرکار برنامه موشکی ایران از خارج خریداری می‌کنند به ایران حمل می‌کرده است. خطوط کشتیرانی ایران برای فرار از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت به راه‌های مختلف از حذف اطلاعات لازم در اسناد و مدارک تا تشکیل شرکت‌های سوری برای مخفی کردن فروشنده و خریدار متوسل شدند. گیتا آریان در این باره با استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و فساد مالی، به گفتگو نشسته است. به گفته استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و فساد مالی، این پنهانکاری‌ها از چشم جامعه بین‌المللی پنهان نمانده است. Cargo transfers, it's been caught violating UN Security Council resolutions on a number of occasions. چندین بار مچ خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده است. به گفته استوارت لوی، شناسایی و معرفی این گونه شرکت ها و افراد ساختار پیچیده ای را که دولت ایران به آن متوسل می شود تا ماهیت عملکرد خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و مالکیت کشتی ها را پنهان کند افشا می کند. نتیجه چنین شناسایی ها و معرفی ها را لوی در اقدام اتحادیه اروپا که سه‌شنبه اعمال قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را برای کلیه 27 کشور عضو الزامی کرد یادآور می شود. So the European Union is taking very strong steps to work with us to make a sharp choice. اتحادیه اروپا با آمریکا همکاری بسیار نزدیکی دارد تا متفقاً پیامی محکم به رهبران ایران داده شود. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و فساد مالی اظهار داشت پنهانکاری ایران اکنون باعث شده بخش خصوصی در سراسر جهان از همکاری با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته خودداری کنند، چرا که نمی‌خواهد ناخواسته عاملی در پیشبرد برنامه هسته‌ای و یا موشکی جمهوری اسلامی شوند. هفته گذشته لوی و تیم همراه در سفری به جمهوری آذربایجان و ترکیه، بخش دولتی آن دو کشور را ترغیب به اعمال تحریم‌های بین‌المللی کرد و بخش خصوصی را از پیامدهای نقض قانون فراگیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آگاه ساخت. لوی میگوید دولت‌های آن دو کشور همسایه ضمن اینکه مخالف تولید سلاح اتمی توسط ایران هستند، طبیعتاً منافع خود را نیز در نظر دارند. در این حال به تعهدات بین المللی خود نیز پایبند بوده و از قطعنامه های شورای امنیت تبعیت خواهند کرد. اما با توجه به جهانی شدن تجارت و سیستم مالی بین المللی، بخش خصوصی ترکیه مانند بخش خصوصی دیگر کشورها، خصوصا بانک‌ها و مؤسسات مالی، نگران فاکتور اصلی بازرگانی یا همانا اعتبار خود در جهان است. Standards, and I found that with financial institutions all over the world, and that's why, in my view, آنها می‌خواهند مطابق با استانداردهای جهانی عمل کنند. و از این رو می‌بینیم که بخش خصوصی نیز مانند دولت‌ها تحریم‌ها را جدی گرفته و آنها را اعمال می‌کند. به گفته لوی، طرز تفکر در چین نیز مشابه ترکیه، آذربایجان، کشورهای اروپایی و دیگر کشورهاست. چین چه علناً و چه در گفتگوهای خصوصی با مقامات آمریکایی گفته است به عنوان یک عضو شورای امنیت سازمان ملل از تحریم ها تبعیت خواهد کرد. شرح قانون تحریم فراگیر ایالات متحده چه برای دولت ها و چه بخش خصوصی کشورها یکی از مأموریت های لوی بود. قسمت مربوط به تحریم بخش انرژی ایران کاملا برای همگان روشن بود، چنانچه اخیراً شاهد بودیم برخی شرکت‌های عمده نفتی همکاری خود در آن زمینه با ایران را قطع کرده و یا در شرف قطع کردن هستند. اما عواقب بخش مالی برای صنعت بانکداری بود که نیاز به توضیح داشت. The financial provisions in SASADA which say that if you're a financial institution and you're doing business with certain Iranian banks or with IRGC companies. بنا به قانون تحریم فراگیر، اگر یک مؤسسه مالی با برخی بانک‌های به خصوص ایران یا سپاه پاسداران و شرکت‌های تابعه همکاری داشته باشد،
ممکن است از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم شود و هیچ بانکی نمی‌خواهد چنین عاقبتی داشته باشد. لوی جمع‌بندی می‌کند که به این علت نه تنها همکنون ایران شدیداً در سیستم مالی منزوی شده، بلکه دچار مشکل در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز گردیده. در پاسخ به اینکه اما تأثیر اولیه این تحریم‌ها بر مردم عادی بوده، معاون وزیر خزانه داری آمریکا آن را تأثیر گذاری غیر عمد توصیف می‌کند. Now the average Iranian I think has to look at that situation and recognize that the reason that's happening is because of the conduct of their government. مردم ایران باید متوجه باشند که این عواقب عملکرد دولت آنهاست. به دلیل عملکرد دولته که تحریم اعمال شده و فریبکاری دولت آنهاست که تحریم‌ها در سطح بین المللی چنین تأثیری داشته. اما آیا دولت ایران به خاطر شهروندان خود تغییر رویه خواهد داد؟ لوی میگوید فقط تا حدی که رژیم ایران بتواند کنترل بر کشور را حفظ کند. هفتم مهر ماه سال جاری آمریکا 8 مسئول ایرانی را به خاطر دست داشتن در سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحریم کرد. The president has been very clear on his support for the universal rights of the people in Iran and everyone. پرزیدنت اوباما خیلی روشن و واضح از حقوق بشر برای مردم ایران حمایت کرده و اینجا هم خیلی ها از دیدن آنچه پس از انتخابات اتفاق افتاد ناراحت شدند. البته نقض حقوق بشر در ایران تازگی نداره. ایالات متحده همواره در این زمینه نظر خود را داده و پرزیدنت اوباما به نشانه همبستگی آمریکا با مردم معترض ایران دستور تحریم افراد مسئول را صادر کرده و قانون فراگیر تحریم ایران نقض حقوق بشر را هم در بر میگیره. یکی از عواقب شناسایی، معرفی و تحریم کردن مسئولین و مؤسسات ایرانی، مسدود شدن دارایی آنها در خاک آمریکاست. شهروند عادی ایرانی شاید اکنون بخواهد بداند آیا این افراد در خاک آمریکا دارایی دارند؟ لوی با این استدلال که مردم ایران این حق را دارند که بدانند، مجاب به پاسخ دادن هرچند سربسته شد. Because the Iranian people deserve to know. We have had instances in which assets are in the United States.